بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز سلام، وقتتون بخیر. انشاءالله که صحت سلامت باشین. بیننده برنامه دنیای ورزش هستین. من سروش هستم، دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. فعلا در برنامه کنونی قرار است در مورد یک از بوکسرهای عزیز ما صحبت بکنیم، کسی که در امریکا فعلا زندگی میکنه و در آخرین مورد هم حریف خود را شکست داده و به برتری رسیده. ما را همراهی بکنین تا پایان این برنامه. اما قبل از همه در مورد یک از موضوعاتی که باید به صحبت کنم، موضوع واکسیناسیون اخیر است که از طریق وزارت صحت راه اندازی شده و مادران عزیز میتونن اطفال زیر یک سال خود را بر دریافت واکسین های دوره‌ای که برای مشمول پولیو، دفتری، تیتانوس، سرخکان، سینه بغل، اسهال روتا و انفلانزا میشه دریافت بکنن. وزارت صحت دوره واکسینی را در تمام ولایات راه اندازی کرده که در مراکز صحی قابل دریافت است. مادران عزیزی که اطفال زیر یک سال دارن میتونن در 5 مرحله این واکسین دریافت بکنن تا اطفال خود را از امراض مهلک و خطرناک نجات بدن. حالا هم با فقیری عزیز از طریق خط اسکایپ وصل هستیم که از آمریکا با ما صحبت خواهد کردند و بحث ما را دنبال خواهد کردیم. آقای فقیری سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه. السلام علیکم آقای سروش، سلام به شما برسه و سلام همچنان به بیننده های زیبای شما. خوشحال هستم که با شما هستم روز برنامه زیبای شما. بسیار تشکر. ابتدا میخواییم یک کم کوتاه از خودت بشنویم تا بیننده های با بیشتر با خودت آشنا شوند و بعد از روی معلومات دیگر که نیاز هست حتما صحبت خواهد کردیم. بچه شون چرا نیست. سلام علیکم، بازم تابش فقیری هستم، یکی از ورزشکارا و بوکسران اسبق تیم ملی افغانستان. مدت 6 سال در افغانستان بوکس کردیم و عضویت تیم جوانان ملی داشتیم و بعد از طبق مشکلات که آمد در امریکا آمدیم حدود 7 سال پیش و همچنان همینجا ادامه دادیم و افتخارات داشتیم تا فعلا که انشاءالله زیادتر زیادتر شود و با بخش آماتور استیت چمپیون اینجا بودم. بین 5 استیت اول شدم در آماتور و انشاءالله حال که مسابقه آخری ما بود، مسابقه پروفشنال بود که در راند اول تونستم در فکر میکنم در که اول حریف خود را ناکاوت کردم. درست. در مورد مسابقه اخیرتان کمی بیشتر هم صحبت کنید که مسابقه اخیرتان در کجا برگزار شده بود؟ مسابقه به قول خودتان پروفشنال بود، در کدام سازمان بود و تا چند راوند برگزار می شد؟ بله، مسابقه اخیر ما که بود در یکی از بزرگترین سازمان های DMV که بین مریلند و ویرجینیا و واشنگتن دی سی می باشد بود، یکی از بزرگترین پرموشن هایش است به نام جیتر پرموشن که بسیار فایترهای بسیار خوب داره، فایترهای بسیار نامی داره که در وزن 140 پاوند بود که میشه 63 کیلوگرم و در 4 راوند برگزار شده بود که معمولا شروع چند مسابقه پروفشنال از 4 راوند شروع میشه، باز 6، باز 8 تا 12 ادامه داره. چه تفاوت بود بین مسابقه فعلیت با مسابقات قبلی که در بخش آماتور داشتی؟ کل چیز فرق داشت، اما خود محیط فرق داشت، فایترها فرق داشت، امو حالت فرق داشت، کل چیز اینا در آماتور که آدم میره بخش پروفشنال بیخی یک چیز نو است، و کل چیز خلاصه فرق داره. یک بزنس هم است، یک کار است، یک وظیفه هست، لگر کل چیز فرق داشت، کل چیز امو بیروبار، اما قدر مردم نام خدا، مردم خود ما شما بسیار زیاد بود که یکی از چیزی که مرا بسیار تشویق میکنه امو است، بسیار زیادتر شاید از 1.5 نفر یا از او کده زیادتر تنها مردم خود ما شما بود که در اینجا بسیار سخت است بودم کلگیره 1.5 نفره
در یک سالون یک جای کنم بسیار سخت است در جایی که ما شما در جایی که ما هستیم. بله. فعلا خودت در کدام ایالت هستی؟ ما در ایالات ویرجینیا هستم، خود زیادتر نزدیک به مریلند و واشنگتن دی سی هستم. در می سه استیت زیادتر فعالیت دارم. درست. مبارزه اخیرتون که برگزار شد در کدام مرحله بود؟ منظورم این که در مرحله مین ایونت بود یا نیمه مرکزی بود؟ صادقانه‌اش بگویم برای فعلا به خاطر که مسابقه اول ما بود، مسابقه ما مین ایونت نبود. مین ایونت نبود، پایین تر بود، مسابقه دوم از خودم بود. انشالله بخیر، بزودی که انشالله مین ایونت، کومن ایونت، مین ایونت انشالله که می باشم بخیر. در شبی که خودت مسابقه داشت چند مبارزه برگزار شد؟ حدود اگر غلط اشتباه نکنم 12 مسابقه بود بفکرم که مسابقه دوم ما بودم. درست. بله. دوره آماتور بر خودت چقدر کمک کرد که تا در پروفشنال بتانی نسبت به روزهایی که در آماتور سپری میکردی تجربه کافی داشته باشه و بتونه خوب نتیجه بگیری؟ بسیار کمک ما کرد. یعنی آدم میتونه گفته که اگر آماتور آدم باکس نکنه پروفشنال یک چیز ناممکن بخی مولم میشه، بسیار کمکم کرد و ها ما مثال از چی نکردم که از یک سال آماتور مسابقه کرده باشم. دو سال ما حدود زیادتر از 10 سال آماتور بودم، بعد از 10 سال پروفشنال چی کردم مسابقه کردم. بعد از حدود 10 سال هم زیادتر شده باشم و مسابقه آخرم که این 2021 بود، ما 2 سال منتظر شدم که مسابقه پروفشنال بگیرم. درست. میتونم بپرسم که درآمد چقدر بود از این مبارزه؟ درآمد خاص ندارد، زیادتر درآمد خوبتر ندارد. بوکس که آدم نو شروع میکنه، تا تایسن خودش میگه من $500 در مسابقه اول انجام کردم. مگم در این پروموشنه که بودن، در این سازمانه که بودن بد نبود، از دیگه سازمان ها که خوبتر بود. او دوده مشخص گفتن نمیتونم، اما یک از 1500 تا 3000 بود که این حال پیسه تکت هم میشه و پیسه فیصدی تکت و پیسه خود چی هم میشه، پیسه خود مسابقه هم میشه. درست. در دورانی که در کابل خودت تمرین کردی و مبارزات را که انجام دادی، افتخاراتی که خودت در آغاز یادآور شدی شامل چه افتخارات میشد؟ چند مبارزه در کابل داشتی، تعداد برد و شکست و همچنانی که در بخش آماتور منظورم است، چند مسابقه بیرونی رفتی با تیم ملی؟ من خودم فعلا فکر میکنم اگه شما نکنم شاید حدود 18 یا 19 مسابقه داخلی در افغانستان داشتم که حدود فکر میکنم 4 دونه باخت داشتم و یا شاید 14 یا 15 دونه مسابقه بود داشتم. تابه جان، در دوره ای که در کابل مبارزه کردی و فعلا بعد از رفتی به مسابقات که در امریکا داشتی، تفاوت ها بین تمرینات آماتور که در کابل داشتی و در افغانستان با بیرون از افغانستان چقدر زیاد است؟ تفاوت بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. از لحاظ تکنیک، از لحاظ که مغزی چقدر آماده آدم هم میکنن، بسیار متاسفانه بسیار تغییرات زیاد است. از این خاطر امیدوار هستم که در افغانستان استادا و استادای تیم ملی که است و خاطر کال خودتان دیدی بسیار آل تکنولوژی است، کل چیز در اینترنت است، باید زیادتر ببینن و زیادتر به خاطر که من خودم اینجا آمدم تکنیکم بسیار پایین بود، این تکنیک نداشتم. خود بوکسرا میفهمم مثال رقص پای و برآمد و این چیزا و قدر نداشتم، مگم بسیار فرق میکنه در اونجا بوکسش و اینجا بسیار فرق میکنه از لحاظ تکنیکی و از لحاظ مغزی و از لحاظ همه چیز فرق میکنه. در کناری که بر بوکس بیشتر آماده شد بر رقابت، چه تمرینات دیگر انجام میدی؟
ما سوبکی معمولا سوبکی خصوصا حالا سوبکی یک تمرین دارم که زیادترش دوش سوبکی میکنم حدود شاید 5 تا 8 مایل دوش میکنم معمولا اما 5 مایل میدوم و 6 مایل باز در کیلومتر شاید یک 11 کیلومتر یا 12 کیلومتر شوم و بعد از او شام ما سپارنگ میکنم و تخنیک کار میکنم و لاب کار میکنم زیادتر همی چیزها را پیش میبرم. اجازه بتون فقری سر یک وقفه بگیریم، بعد از وقفه همچنان با شما خواهد بودیم. بعد از وقفه برمیگردیم و ادامه برنامه. ادامه دنیای ورزش. همچنان تابش فقیری بوکسور افغان مقیم امریکا از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. فقیری سب از جریان تمرین گفتیم که باید اینم بپرسم که مدت زمان تمرین بوکستان در یک روز چقدر است در طول هفته به خصوص تا شما بتانید بیشتر آماده شون بر رقابت ها. ما خودم که در داخل کمپ باشم، داخل کمپ مسابقه که باشم، زیادتر وقت سوبکی از 1 تا 2 ساعت میزنم تمرین میکنم و بعد از 4 تا حدود امو 1 تا 2 ساعت تمرین میکنم شاید مجموعاً شاید 5 ساعت شود در روز. درست بخاطر کال بعد 4 رنگ 4 راوند مسابقه چی میکنم امی چیز ضرورت است برای فعلا. یکی از موضوعات که بسیار برای ورزشکار بوکس و مسابقات حرفه‌ای بسیار مهم است اسپارینگ هست، چیزی که ما در برخی ورزشکارهای ما کمتر می‌بینیم. اسپارینگ مهمترین بخش است که نمی‌دانم خودت چقدر در این بخش بیشتر تمرکز داری روی اسپارینگ خودت. بله ما هر روز اسپارینگ دارم، روز 2 هفته در 2 روز در 1 هفته اسپارینگ دارم و خوبی که هست ما در جمع که هستم در کایزن امامه خوبیش بسیار است که ما جای بسیار کلان تر داره و در هر سپارنگ ما هر شب ما بوکسرهای پروفیشنال دارم که میاین و بسیار ویروبارم هست، بسیار مردم خوشان داره ویروبارم هست، مردم هر روز پروفیشنال بوکسر هست قدشان سپارنگ میکنم. 2 روز تا 3 روز در هفته سپارنگ داره. بیشتر خودت یک موضوعی که بسیار مشکل ساز در افغانستان موضوعی عزیز که ورزشکاران با کمتر میتونن سر تمرین خود فوکس کنن، خودت بیشتر روی ورزش فوکس داری یا که در امریکا که هستی کار و وظیفه دیگر هم اجرا میکنی؟ کار و وظیفه دیگر هم دارم اما نه بخواه آل زیادتر فوکس سر چی است. درس هم میخونم فعلا یک چند وقت میشه که بریک گرفتیم، درس هم میخونم، کار هم میکنم و زیادتر فوکسم با ورزش است. ببینم توکل به خدا و دعای دوستا و مردمم انشالله که به هدف خود میرسم. پس چگونه خودت یعنی منظورم اینه که راه درآمدزایی خودت چگونه هست که بتونی حمایت های لازم را داشته باشی از خودت، چه از نگاه تغذیه است چه از نگاه مکان تمرین هست؟ اینا باید همگیش پول نیاز داره، خودت چگونه اینا را تامین میکنی؟ زیادتر شاید خودتان هم شنیده باشه اینجا کس جای کار است، کس پیسه نمیده، مجبور استی پیسه زیاد جور نمیکنم فقط کوشش میکنم اما قدر که زندگی را پیش ببرم اما قدر میکنم پیسه زیاد جور نمیکنم. اما با وجود از اون باید یادآور شوم که فامیلم بسیار سپورت میکنن و هر چیزی که ضرورت باشن میکنن. تشکری خاص از فامیل همراهیتان است؟ بله درست. در کنار همه موضوع تاله کمربند قهرمانی داری یا که نه تانوز روی کمربند مبارزه نکردی؟ در آماتور کمربند قهرمانی دارم، استیت چمپیونشیپ دارم، اما در MMA در پروفیشنال که نو شروع کردم انشالله گرانتی با حدود 1 تا 2 سال انشالله می داشته باشم بخیر. فعلا در وزن 63 گفته مبارزه میکنی؟
63 قرار بود که 61 باشه، اما 63 یا 63 یا 64 مسابقه کردم. درست. در امریکا تا حالا چند مسابقه آماتور داری و نتایجش چگونه بوده؟ در شکر خدا در امریکا تا فعلا شاید یک 7 مسابقه آماتور داشته باشم، یک مسابقه پروفشنال که تا فعلا هیچ باخته ندارم. درست. هیچ باخته در درست. قراردادی تا حالا با کدام سازمان امضا کردی؟ تا فعلا نه، قرارداد امی پرموشن که مسابقه آخرم دهش بود، دین روزمره زنگ زده بود، دین شب زنگ زده بود از خاطر که قرارداد کنم، مگم ایک از بسیار یک چیز جنجالای خاص خود داره که باید کلش فکر کنم، انشالله که خوب خود پرموشنم گفتم انشالله من بخیر در حدود یک هفته دو هفته اوالت آمیدم در باره قرارداد، ما پیشنهاد زیاد پیدا کردیم به خاطر قرارداد. فعلا زیر نظر کی تمرین میکنی؟ مربی که انتخاب کردی یا که نه در کنار بله. دیگر ورزشکاران تمرین میکنی؟ بله، فعلا جای کستم به نام کایزن ام ام ای یک افغان خود ماست به نام استاد نجیم است که تمرین ام ام ای میکنم و کوچ خودم که است استاد گستاو میگن کوچ بسیار خوب است، کوچ بسیار خوب است و زیر دست از امو فعلا تمرین میکنم. خیلی از ورزشکارا در هر ورزشی که وارد میشن به عنوان یک گلگو یک فرد را انتخاب میکنن، خودت کی را انتخاب کردی تا حال که راه او را ادامه بدی؟ اگر هر ورزشکار را پرسون که نیانه از هر چیز از هر رشته ها که باشه یا زیادتر رزمی باشه، اولین نفر که شاید بگوی اولین نفر چی است؟ محمد علی است که او زیادتر از بوکسر بود، یعنی زیادتر از بوکسر بود، تنها بوکسر نبود، یعنی در کل چیز اول بود. مگم ما خوشم محمد علی الگوی ما است و از بوکسرهای حال هم که است خوشم سال کنیلو برآمدهایش موومنتش خوشم میاد، فلوید مای ویدر چیش خوشم میاد، دیفنسش یا مدفعیش خوشم میاد دیگه. اما مگم اولوی هستم محمد علی. جدا از این مسابقاتی که خودت یادآور شدی که در داخل کابل داشتی و بیرون از کابل در ایالات متحده آمریکا داشتی، به نام افغانستان مبارزه بیرون از افغانستان داشتی؟ بله بله، مسابقه های من کلش به نام افغانستان است، کلش به نام افغانستان است، اکسا و امی مسابقه آخر هم که بود قد آهنگ افغانی و ای ملت قهرمان داخل شدیم و قد بیرق ملی و بیرق نازنین افغانستان داخل شدیم و کل چیز به خاطر افغانستان است، کل چیز هم به خاطر افغانستان است. اما در دورانی که ببخشید گپتون میگم، در دورانی که به عنوان ورزشکار تیم ملی بودین، منظورم او زمان است، بیرون از افغانستان مبارزه رفته بودین؟ نه نرفته بودم، نه، بخاطر که حدود یک سال ما در تیم ملی بودم، نرفته بودم. بسیار مشکلات خود داره که بیرون مدی سفر بری از افغانستان. فکر میکنی که وضعیت بوکس، حالا که خبرهایش حتما از دوستان دنبال میکنی، وضعیت بوکس افغانستان رو چطور میبینی؟ اگر خودت فعلا حالا میبودی در افغانستان، فکر میکردی که در این وضعیت با چنین پیشرفتی که خودت داشتی برسی؟ نه، فکر نکنم که در این چیز که حال هستم در این چیز برسم، مگم امیدوار هستم گپای منفی همه مردم زیاد میزنه، خوب امیدوار هستم که خوبتر و خوبتر شده. حالا فعلا چیز خوب نمیبینم، زیاد چیز خوب نمیبینم در فدراسیون افغانستان، فدراسیون ملی باکس، مگم امیدوار هستم که خوبتر شده. کسی که مستحق است امور برش امو زمینه را بتن، لطفا نه، هیچ خوب نمیبینم چی نه. مردم خوب است، مردم بسیار خوب است، من زیادتر کار دارم که بخیر زیادتر پیشرفت کنم و عقب اقدار برسونم. حرفی اگر باقی مانده با بین دای ما شریک بکنین، چیزی که من نپرسیده باشم احتمالا در ذهنتون بود که باید شریک کنین.
چیز خاص نه، فقط امیدوار هستم که همه چیز بخیر خوب پیش بره، خصوصا خبرهای زلزله و فلسطین و خبرهای داغ و نامید کنین در کمشنام. خدا کنه که همه چیز بخیر و خوبی پیش بره و همه چیز خوب شده و کلگی به اکسال و ثبات برسه انشاءالله. بسیار تشکر تابش فقیری، بوکسر افغان مقیم امریکا که از طریق خط اسکای با ما وصل شدین و انشالله که همیشه در راستای کارهایتان و مبارزاتتان موفق باشید. تشکر، سلام، از زنده باشم. بسیار تشکر. صحبت های تابش فقیری بوکسر افغان مقیم امریکا را شنیدین که در پیان به خودشان و مبارزاتشان صحبت کردیم. یک موضوع که فراموش ما نشه، اگر نظر پیشنهاد دارین لطفا به صفحه فیسبوک آرینا اسپورت برین و نظراتتان شریک بکنین، یا هم زیر همین ویدیو یا ویدیوهای برنامه های دیگر ما که از طریق آرینا اسپورت پخش شده میتونین کامنت هایتون رو شریک بکنین. و جام جهانی کرکت هم فراموش نکنین که هر روزه از طریق شبکه آرینا به صورت انحصاری و زنده در جغرافیای افغانستان پخش و نشر بشه. از اینکه برنامه امروز رو دنبال کردین خیلی زیاد تشکر. وقت بخیر.